السلام علیکم دوستان نازنین، امید دارم صحتمند و سرحال باشین. در جای دنیا که هستین با خانواده محترم و دوستان عزیزانتان به خوبی و خوشی به سر ببرین. امروز آمدیم نتیجه رأی خود شما را براتان اعلان بکنم که در اول کدام سبک آهنگ براتان نشر بکنم. انتخاب شما در ردیف اول زیادترین رأی قبولی داشت، بعد از او غزل و بعد از او پاپ و محلی. دیگه آهنگی که ما در نظر گرفتیم، نام آهنگ تقدیر است، از آلبوم زهره آسمان که اولی آهنگ از این آلبوم است. دیگه آهنگای بعدیش هم انشاءالله یک دانه پای هم براتون خود نشر کردم و تقدیم کردم. دیگه این آهنگ ما در حدود دو ماه آمادگی به خاطر تنها لوازمی که ما در کلیپ ازی نیاز داشتم زحمت کشیدم، اینا رو آماده ساختم. بخصوص زیادتر زحمت سر کلای ای آهنگ کشیدیم که اینجا او کلا پیدا نشد و دوستان ما همو کلا رو آماده کردن نمیتونستن. بالاخره من خودم رفتم هم دیزاینش آماده کردم و قیچی کاری و بالاخره این رو آماده ساختیم تا کلیپ ما ثبت شد. دیگه ای آهنگ من خیلی دوست دارم، بالای ای آهنگ خیلی زحمت کشیدیم. دیگه انشاءالله که شما هم بشنوین، فایز میبرین، لذت میبرین و پسند میکنین. دیگه تشکر از کامنت هایی که شما کردین، تشویق هایی که کردین، قلبان از تک تکتان سپاسگزاری میکنم. تا کامنت هایتان همه گیش انرژی بخش بود. دیگه بعضی کامنت هاست که ما اینجا با خود گرفتیم، بخاطر در پای هر کامنت سوال هم بعضی داشتن. دیگه اونا رو من میخوانم، بعضشان برای دوستای ما جواب میدم. دیگه در ابتدا دوست ما عثمان بگرام کامنت کردن جو بایدن روزانه دو بار لایو می آید، تو در دو نیم سال وقت پیدا نکردی یک چیز دیگه می گفتی بیادر. عثمان برادر اوتور نبود. خب جو بایدن حتما چیزی بگفتن داشت، داره می آید لایو می آید. ما چیزی به گفتن نداشتم، به خاطر هدفی که گذاشته بودم باید ما به او می رسیدم و دستاورد می داشتم، باز می آمدم بر شما می گفتم. حالی که آمدم با شما به تماس شدم، به خاطر هدفی که داشتم به او رسیدم، دستاوردی که داشتم در نزدم است، آمدم براتون تقدیم بکنم. چیزی به گفتن داشتم، از خاطر آمدم هم خوشی های خود با شما شریک ساختم. تشکر از کامنت عثمان جان. دیگه یک دوست دیگه ما سحر جوهر کامنت کردن فهیم جان بدون شک همه آهنگایتان ناب است و علاقمند هستم، هر سبکی که میخوانید دوست دارم، فعلا منتظر قبولی زیبا و شاد از شما هستم. تشکر سحر جان. آهنگ قبولی که هسته براتون نشر میکنم، جا داره که در اینجا معلومات هم بتم براتون. ای آهنگ شاد آنچنانی نیست، یک آهنگ عاشقانه است و خیلی با کیف آهنگ است. ما از روزی که ساختم دیگه بالایش کار میکردم، اما قدم به قدم ما از لذت میبردم. ما خیلی دوست دارم این آهنگ. البته در نشری آهنگ بخشش شما براتون پیش از پیش میگم، بعض هنرهای دیگه خود هم در اونجا ما نمایش دادیم، انشاءالله که شما باز دیدین، شاید که پسند کنین و بازم تشویق کنین، نشه که باز ما او کار پیش بگیرم. خب تشکر. کامنت بعدی رو میخوانیم. دوست ما فول دیوانه کامنت کردن تذکیره فروختم، آلو خریدم من، کچالو خریدم من، آلو خریدم من، کچالو خریدم من. فکر کنم یکی از کارهای ابراهیم جان عابد هسته، سلام برش تقدیم میکنم، هر جای هستن شاد و سروال باشن. دیگه که در زمان انتخابات دولت گذشته مردم در بدل رایشون پول گرفته بودن و چیز کرده بودن، رای فروخته بودن. دیگه به خاطر نقد این کار ابراهیم جان کرده. خب کامنت بعدی میریم. تشکر از کامنت فول دیوانه جان. برادر ما الفای برتر کامنت کردن فهیم جان خوش آمدی بعد از قرنها.
نه قرن نشده الفا جان. البته قرن میشه بعض وقتا، آدم بعضی کسا را شاید شما مرا دوست دارین از خاطر مرا میگین قرنو، بعض وقتا آدم چیزی را که دوست میداشته باشه یا در تلاش چیزی میباشه امو ساعتش روز باره تمام میشه و روزش هفته باره و هفتهش ماه باره و ماهش سالها باره دیگه. من بعد الفا برادر زوز روی صحنه میباشم، فعالیتم از زیادتر میکنم انشاءالله با دعای شما و حمایت های شما. دیگه دوست دیگه ما کامنت کرده روح الله بهاری، همیشه پر انرژی باشی فهیم جان عزیز، افتخار ما هستی، هر جا که باشی شاد و خرم باشی، از دیدنت خوشحال شدم. خوب است اگر یک آهنگ شاد شانه پرانه که معلی بخونی، ممنون میشم. روح الله برادر جان سپاس از کامنت خوبت، سلامت باشی. دیگه بله البته آهنگ شادم ما آماده کردیم، البته ما وقتی در افغانستان بودم وقت ما شاد نمیخواندم، اما وقتی که تاجیکستان آمدم محبت های این مردم نازنین تاجیکستان مرا واداشت که ما آهنگای شادم بسازم، چون اینجا آهنگای شاد خیلی میپسندن. دیگه آهنگای شادم آماده کردیم، انشاءالله که در قدم های بعدی اگر رایش زیاد شد براتون زودتر نشر میکنم. دیگه تشکر رو برادر. دیگه واحد فقیری کامنت کردن که هندی به فارسی یک آهنگ بخوان. تشکر واحد جان. ما این کار تمام کمپوزیشن های خودم میکنم. این کار ما یک دو یا سه کار تو یک کار کردیم، دو سه آهنگ هم رقم جور کردیم. او در وقت امکان داره که کمپوزیشن یک احساس خودمی داشته باشه، همچنان شعر وقت احساس اردوی از اینا با هم همخوانی باشه مطابقت بکنه یک چیز بهترین به وجود میاد. در غیر از او باز یک چیزه که ناچیز میشه، مثل که بعض دوستای ما مثلا میکنن که شعر در کمپوز برابر میاد اما احساسشان فرق میکنه، اونو خوشایند نمیباشه. آهنگ جور میشه اما خوشایند نمیباشه. ما یک سه کار رقم کردیم که انشالله دا آینده خواست شنیدین. تشکر. باز دوست دیگه ما رضا بخش پارسا. رضا جان عزیز تشکر از کامنت نازنینت. رضا جان یکی از دوستای ماست که در افغانستان همراهشان دیده بودیم، آدم خیلی اجتماعی و دوست داشتنی بودن. دیگه کامنت کردن که فهیم جان لالا همه هرچی خوش داری بخوان، مقصد بخوان و بس خلاص. جان سپاس رضای عزیز، خوش شدم از اینکه کامنت تا دیدم. دیگه شاد و سرحال باشی، احترامات به خانواده محترم و دوستات تقدیم که برادر. تشکر. باز خان زبی آفیشل پیام کامنت کردن که سلام فهیم جان عزیز، خودت میفهمی بیشتر از همه این سبک قوالی که انتخاب کردی، همیشه با این قوالی تو باید پیش بروی و همیشه در هنر موسیقی تو زرنگترین هنرمند هستی. البته از همه این هنرمندا که میشناسم، البته هر نوع آهنگ بخوانی خیلی خوب باشین که خط اینجا زیاد است، خیلی خوب، اما اگر میخوای تاریخ بسازی قوالی بهترین است. البته هر کس دوست هر دوستایی که موافق هستن یک لایک کنن این کامنت برادر کوچکتان را با تشکر فنای عزیز. زبی برادر جان سپاس از کامنت خوبت، خرسند می سازین، با تشویقاتان پروبال می بخشین. دیگه این رقمی کامنت را من ببینم مجبور دیگه ما دیگه من بعد تمام ترک دنیا کنم، تمام روز کار کرده برم و بر شما بخوانم. سپاس فراوان برادر کوچک نوازی کردی جان سپاس. من انشالله به همه سبکا می خوانم براتان، در قدم قدم زندگی امرایتان هستم، آهنگای ما همه کش قصه زندگی ما و شما خواهد بود. تشکر. باز دوست دیگه ما نیمان کامنت کردن که فهیم جان آهنگ اوصله من بسر آمد را اگر لطف نموده اجرا کنه، در غیر آن هر سبکی که آهنگ اجرا کنه شنیدنی است، زیرا استعداد و تواناییتان در هر بخش های مختلف در موسیقی فوق‌العاده است. نیمان برادر جان سپاس است کامنت معقولتان، کامنت خوبتان.
دیگه آهنگ او سلیمان با سرآمد گفتین، ایره نمیشه که ما ثبت پروفشنال بکنم به خاطر آهنگ دیگه، کسی ما تعداد آهنگایم بسیار زیاد است، حدود 10-12 سال شد که ما کامپوز میکنم، همش مانده. یک روز بیاین یک خاطره من براتون قصه کنم. یک روز با برادر کلانم صحبت داشتیم، من گفتم که اینقدر فایل دارم، هر آهنگ اگه من 5 بار نه که 10 بارم تکرار ثبت کرده باشم به خاطر بهتر سازیش، اونو باز هم اینقدر آهنگ میشه. تعدادش نمیگم که اول مردم نگه که اول مبالغه میکنه دیگه. یک زمان بود که من هر روز اگه یک کمپوز نمیکردم بسیار جگرخون میشدم، میگفتم که امروز من هیچ کدام دستاورد ندارم دیگه. آهنگ تعداد آهنگای ما وقت تقسیمات کردیم، من گفتم اینه قامر ماست اینقدر دیگه، اگر من زنده باشم خب تا آخر عمر خود آدم خواندم نمیدانه، خب ما هم قدر حساب کردیم دیگه، اینقدر عمر داشته باشم، اینقدر عمرم باقی مانده، ما چقدر وقت باید آهنگ بخونم که اینا را به سر برسانم ثبت شوه. حساب کردیم هفته یک آهنگ باید من میخواندم بخوانم دیگه. شما حمایت کنین و دعا کنین بر ما که خداوند به ما قوت بده، انشالله تمام کارهای من براتون تقدیم خواهد کردم. البته که انشالله کوشش نهایی خدا میکنم که همه کیش بهترین ها باشه دیگه. انشالله ما این آهنگ که فرمایش دادین اگر در جای ما لایف خواندم زنده خواندم حتما براتون میخونم. تشکر برادر. کامنت بعدی فکر کنم این کامنت های آخری است. صدایید اکبری گفتن که نصرت فتحعلی خان فقط باید قوالی بخونه. صدایید برادر جان سپاس، سلامت باشی. نصرت فتحعلی خان کسی هستن که رای اونا رو من تعقیب میکنم، ما در مقابل از نظره نیستم، اونا از بهترین ها رو بهترینش بودن، خداوند اونا رو رحمت کنه و روحشان شاد داشته باشه دیگه. ما کم روی از اونا رو بتانم تا یک اندازه این پیش بروم افتخار است به من. جان سپاس. دوست دیگه ما سیدا کامنت کردن چگونه در فکر نان نبودی که هر روز این رستوران ویدیو می گذاشتی؟ خب اینا دوست ما چی کردن که ما گفته بودم در ویدیو قبلیم که ما در فکر نان و چیزا و قدر نبودم، تمام روز کار میکردم که در هدف خود برسم. او تو نبود سیدای عزیز. ما روزایی که مثلا در استیدیو طرف شب کار میکردیم، طرف شب کار بکنیم، باز ما یکان چیز میبردم اونجا میخوردیم کار کردم میرفتیم. حتی روزایی میشد که تا 3 و 4 خواه همیشه کار میکردیم، باز 5 و 6 و 7 و 8 و 9 تا بالاخره حتی روزایی بود که ما تا 12 و 1 بجم کار میکردم که زوب زوب خواه میامدم، باز خانه خواه میکردم، پس میخستم باز یه مواد آماده میکردم، باز میرفتیم در استیدیو کار میکردیم دیگه. باز روزایی که ما طرف روز کار میکردیم باز نمیشد که ما وقت خود ما را بریم ضایع بکنیم که نان پخته کنیم، چون اینجا خانواده کس نیست، ما خودم پخته میکنم دیگه. باز میرفتیم، باز ما در رستوران یکان چیز میخوردیم، باز یک استوری میگذاشتم، شریک میساختم با دوستان عزیزان، بخصوص مادر جانم. خداوند تمام مادرها را در حفظ و پناه خود داشته باشه و صحتمند داشته باشه شان، خوشیار را نصیبشان کنه دیگه، به خاطر از اینکه مادرم ببینه و خوش شود، چون مادرها کسایی هستن که اگر ما نان بخوریم اونا خوش میشن و انرژی میگیرن. شاید که اگر ما از اونا که میخوریم انرژی نگیریم، اما اونا این حتما انرژی میگیرن تا حالی که نان ما خوردیم. خب تشکر برادر، گپ اصلی نمی بود. ایازوف سمیر، ای دوست ما از تاجیکستان هستن، نوشته کردن در کامنت سلامت باشی برادر، شما یکی از بهترین سراینده این، آفرین مخلص پامیر تاجیکستان. بعض حروف هست دوستای ما در اینجا مثلا ایچا صدای خی تلفظ میکنن دیگه. سمیر برادر، ایازوف سمیر برادر، جان سپاس از کامنتت. مردم پامیر ما خیلی دوست دارم، در اینجا هر جای سر میخوریم بسیار محبت میکنن، بسیار مهر میورزن، با تک تکشان سلام عرض میکنم و دوست دارم برشان میگم. تشکر از کامنت برادر. دیگه الکوزای پاپ کامنت کردن از غزل هایی که مرحوم استاد سراهنگ خوانده بخوان فهیم جان به مو سبک خودش. الکوزای برادر جان سپاس از کامنتت.
پیشتر ما گفتم که کارهای می قضیات است، ما تا آخر عمر باید فعالیت کرده برم که همو کارهای خود ما به سر برسانم. انشاءالله حتما یا هنگایی که شما فرمایش میدین، ما در یکان جایی که مثلا لایف خواندم حتما براتون میخوانم و نشر میکنم براتون. تشکر بسیار زیاد، بسیار زیاد. این کامنت های آخری زبید مجیدی گفته صدایت با دنبوره خیلی خوب است، آهنگ امروی پنجشنبه که خواندی خیلی بالاست. تشکر زبید عزیز جان و سپاس از کامنتت. انشاءالله که در آینده حتما با دنبوره یک آهنگ با شما میخوانم و تقدیم میکنم، نشر میکنم. سلامت باش برادر. ناز پیام کردن ما همچنان شما را دوست داریم و سرسخت علاقمند اخلاق و هنر شما هستیم. جان سپاس ناز عزیز از کامنت خوبت، از تشویقت لطف داری. دوست دیگه ما مروی افغان کامنت کردن سلام و احترامات تقدیم فهیم جان، جوان با استعداد، بردبار، با صبر و کوشا. خوشبختانه امروز افغانستان مثل شما قوالی خان بیجوره را دارد. در آهنگای قوالی خود جوره نداری، شهزاده قوالی ما هستی. فهیم جان از تان یک سوال دارم داشتم، چرا شما انصراف دادین در برنامه؟ به هر حال شما ابر ستاره قوالی خان کشور ما هستین، آوازتان رسا بود. مرو خور جوان سپاس از کامنت خوبت، از تشویقات، از مهربانیات لطف داری. خب در گذشته چی بر بگردیم؟ گذشته گذشت دیگه. اما یک فیلم امیتاب بچن است، باز در یک جایی میگه که جایی که صدر از جای نشین است. خب در جایی که آدم آبروی شخص باشه، خوش باشه، آدم آرام باشه، اوجه انسان چی حتی ایوانا گرویده محبت و آرامش هستن. در جایی که آرام باشن، در جایی که محبت ببینن، خوش هستن، اموجه باشن. خب شاید که ما در اوجه خوش نبودم، از او خاطر برامدم. تشکر بازم از کامنتتان. امی کامنت آخری بود. تمام کامنت هایتان پر از مهر و محبت و تشویق و پر انرژی بود. دیگه من خیلی خوشحال هستم از تک تکتان، قلبن سپاسگزاری میکنم، خیلی دوستتان دارم عزیزانم. امی رقم امایت هایتان راستی یک گپ دیگه جا داره که ایرم یاد بکنم. بعض دوستای ما که در میدیا هستن، اونا میگن که فهیم یک و نیم دو سال شده، بسیار وقت شده که فعالیت نکرده است. از شما خوب بیخی گلی آدم میه، به خاطر که شما خودتان در میدیا هستین، تمام موضوعات پیشتان صاف است، میتونین بسیار با آرامی از صفحه مرا پیدا کنین و ببینین کارهای نو. ما در جریان یک و نیم سال ما بسیار آهنگ نشر کردیم. در جریان یک و نیم یا دو سال ما در حدود فکر کنم 15 16 یا 17 18 آهنگ ما نشر کردیم که بسیار زیاد است. نه در مدتی که من نو آمده بودم اینجا و قدر بلد نبودم، ما قدر کار کردیم. و بعض دوستایی که باز مرا در او چهار جای میبینن، باز میگن که ای ما بر تو ای قدر رای دادیم، ای قیمایت کردیم، کوک آهنگای تو این نمیخوانی خو. با اونا دوستای ما میخواییم بگویم که شما برین به خصوص صفحه یوتیوب ما شما فالو کنین، تعقیب کنین یا سبسکرایب کنین، تا هر آهنگی که من نشر میکنم یا ویدیویی که نشر میکنم با شما نوتیفیکیشن یا خبر میایه که اینا یک ویدیوی دیگر نو نشر شده است در چنل، در چنل ما یا در چنل فهیم. باز شما میتونین زودتر خبر شوین و ببینین، آهنگ بشنوین یا یگان انت پیامک ها. دیگه چیزی گفتنی دیگه ندارم. همه ایتان دوست دارم، بر ما دعا بکنین و حمایت هایتان همه رقم پیش بگیرین. اگه میخواین که آهنگای نو نو همه تا کاغذ پیچ زود بشنوین، حمایت هایتان ادامه بتین و در دعایتان مرا یاد بکنین. دوستتان دارم، اوقات خوب و خوش براتان میخوایم. خداوند نگهبانتان.